آقا این آقای خبرنگار میگه کی مخالفه بیاد جلو با من صحبت. عنوان یک مسلمان این حق رو به یه آدم مخالف من اینو میدم ولی این حق رو به اون شخص نمیدم که شما بگردین تو جمعیت پیدا کنین. چرا در رفراندوم شرکت نکردین؟ برای اینکه محتوای جمهوری اسلامی برای من مفهومی نداره فعلا و فکر میکنم تمام ترکمنهام در این رفراندوم شرکت نکنن. هنوز شرکت نکردم. دلم خیلی میخواد شرکت کنم ولی هنوز از محتوای جمهوری اسلامی هیچ گونه اطلاعی ندارم. در رفراندوم شرکت کردم و به جمهوری اسلامی رأی منفی دادم به دلیل اینکه شناخت کافی از مذهب سیاسی و مذهبی اسلام نداشتم. 90% اشخاصی که رأی به جمهوری اسلامی دادن ولی از قناعتش خبری ندارم، یعنی اطلاعی ندارم. همونطور که من تو گزارش ساعت دیروز که تو تلویزیون بود دیدم، حتی از کسی که به جمهوری اسلامی رأی داده بودن نوشتن که شما در مورد این حکومت اطلاعی دارین یا به اصطلاح مطالعه کردین یا نه، گفتن نه ما هنوز تصمیم داریم در آینده بریم دربارش مطالعه کنیم. ممکن بپرسم که رأیتون چی بود؟ نه من به جمهوری اسلامی رأی نمی‌دم. چی بوده رأی؟ والا منفی بوده دیگه دست و رفت. ممکنه من که فکر میکنم اینا که حرفی که میزنن در واقع سبزه، بعد یکم جمهوری که به وجود میارن همونیه که خودشون دلشون میخواه. من بیشتر به خاطر زنان جمهوری رو ندادم، برای اینکه وضع مملکت اینه. اینا اومدن میگن مثلا حجاب با حجاب باشین، میدونی؟ من رأی مثبت دادم. به چی؟ به جمهوری اسلامی. ممکنه ازتون سوال بکنم که میدونین که چرا به جمهوری اسلامی رأی دادید؟ من به جمهوری اسلامی رأی دادم برای اینکه این همه ما زجر و ناراحتی کشیدیم، این همه ما کشته دادیم، شهید دادیم و من وظیفه خودم میدونم یک مسلمان هستم به جمهوری اسلامی رأی دادم. اینو یعنی اینطور که گفتم و من مطمئنم که حجاب و این چیز در دین نباشه. اونم قسمتی از جمهوری اسلامی، اونم زن و بعد با حجاب باشن قسمتی از جمهوری اسلامی و حتما این کارو میکنم. مسلمانی سر جاش ولی یه مقداری فرق میکنه، یعنی هر کی اگه آزاد باشه، آزادی به خاطر آزادی باشه.